درود به بینندگان خوب تلویزیون پارس، اصل پهلوان هستم و دقایق رو با شما بینندگان خوب تلویزیون خواهم بود. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید سلامت باشید و پایدار. درودی دارم به هموطنان ما در کالیفرنیا که واقعا گل کاشتند و با آمدنشون در روز شنبه در مقابل سیتی هال لس آنجلس نشون دادند که اتحاد و همبستگی همچنان ادامه دارد. با تمام تبلیغ ها و صحبت هایی که این ور و بر می کردن و حتی بعضی جا اعلامی هایی که داده بودن، ولی مردم آمدند و واقعا دست همه عزیزان درد نکنه. هموطنان ما از فرزنو، از آریزونا، از اورنج کاونتی، از سان دیگو، از ساکرامنتو، از گوشو کنار کالیفرنیا به شهر لس آنجلس آمدند و جمعیتی ساختند که بار دیگر تونست خوش بدرخشه لس آنجلس. لس آنجلس که با حضور بانو یاسمین پهلوی هم یک رنگ و رو حال دیگری رو داد به جمع اون روز و حضور عزیزان، هنرمندان، خوانندگان، هنرپیشگانی که آمدند و در کنار مردم قرار گرفتند. لس آنجلس همینطور مهمانش در این برنامه گرد همایی روز 25 شهریور که مصادف بود با 16 سپتامبر از شهردار لس آنجلس گرفته، نمایندگان متعددی گرفته که آمده بودند و یا پیام‌های حمایت خودشون رو فرستاده بودند و حتی اشاره‌ای به در مورد رفتار و کردار و دولت بایدن انتقاداتی هم در این زمینه شد. بینندگان عزیز، 25 شهریور که مصادف بود با 16 سپتامبر روزی بود که مهسا امینی، دختر جوان 22 ساله، به دست دژخیمان رژیم جمهوری اسلامی کشته شد. در برنامه 16 سپتامبر که من شانس رو داشتم که با بچه های دیگر با در کنار اونها باشم و این برنامه رو تدارک ببینن، MC اون برنامه با خانم دکتر کتی یوسفیان بودم و که اشاره‌ای کردم و با نام مهسا امینی، این دختر 22 ساله که واقعا قاتلانش که جمهوری اسلامی تک تکشون هستن، اشاره کردم و با نام او این برنامه رو آغاز کردم. رویدادی که باعث شد خیزشی که باعث شد همگانی بشه و دنیایی. امروز کسی نیست که از خیزش زن زندگی آزادی اطلاعی نداشته باشه. مهسا امینی، این مسافری که به تهران آمده بود از سقز، که قرار بود بعد از مسافرت دانشگاه شروع بشه و به دانشگاه بره، متاسفانه اجازه به او ندادند که تحصیلاتش رو ادامه بده. مهسا امینی دختری شاد بود و اهل زندگی و عاشق زندگی کردند. جمهوری اسلامی جانش را گرفت. ماشاءاللہ سیدی، جوانی که به خاطر نجات دادن دختران جوان جانش را از دست داد و تیری که به او زدند زمانی بود که میخواست کمک کنه
ولی کمک کردن در این راهی که به دختران آسیب نرسه جانش را گرفتن. مادرش در یک نوشته‌ای گفته بود نامت باعث سربلندی و افتخار است. ای آزادی، ای خجسته آزادی. ببینید تصویر جوانی که آهنگ میخونه شاد بوده، علی سیدی. با تو بودم کرده نگو این دل دوریه، عشق تو باور کرده، دل من خسته از این دست به دعا بردن، همه یه نیکا شاکرمی، دختر جوانی که در دهم مهر ماه 1384 به دنیا آمد و در روز 29 شهریور 1401 به دست دشخیمان رژیم جمهوری اسلامی کشته شد. او یکی از معترضان نوجوانی بود که در همان آغازین روزهای این خیزش کشتنش و فیلم‌های متعددی از او گرفتند، حتی بر بالا رفتن سکویی و آتش زدن روسری. نیکا شاکرمی جوانی بود که می دانست چه می خواهد و برای چه تظاهرات می کند، برای آزادی مملکتمون، برای اینکه انسان که حقش آزاد بودنه و حقوق انسانی و حقوق بشری می خواهد. او به خیابان آمد ولی قاتلین که جمهوری اسلامی هست جانش را گرفتند. ویدیویی رو براتون انتخاب کردم از نیکا شاکرمی، در کلاس هشتم بوده. او عاشق رقصیدن بود، او عاشق آواز خواندن بود، او سلطان قلب ها رو خواند و همگی با او آشنا هستید، ولی بگذارید ویدیوی دیگری از او ببینیم. او رقص رو، شادی کردن رو دوست داشت. نمی بخشیم و نه فراموش میکنیم. نگاه کنید. Let's kill this love. Yeah, 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 yeah. شانزدهم سپتامبر شنبه از همه جانباختگان راه آزادی یادی کردیم. همینطور یادی کردیم از محسن شکاری، محمد مهدی کرمی، محمد کیان حسینی و مجید رهنورد که ایران در قلب و شیر خورشید بر دست داشت، جان به ضحاک داد. محسن شکاری، مهدی کرمی و رهنورد و حسینی کسانی بودند که به دست جمهوری اسلامی اعدام شدند. محسن شکاری که پس از 75 روز بازداشت اعدامش کردند، او جوانی بود که در خیابان ستارخان مجروح شد و میگن یک بسیجی رو کشته که این چنین نیست، بارها گفته من هم چی کاری رو نکرده بودم، ولی یک بسیجی که هزاران جوان رو کشته بود و یا حتی اگه اون بسیجی زخمی شده بود و یا کشته شده بود، جوانی رو بیگناه اعدام کردند و او محسن شکاری نام داشت. دل هوای با تو بودن کرده نگو این دل دوریه، عشق
تو باور کرده دل من هست از این دست به دعا بودم همه یه آرزوان با رفتن تو مردن حالا من یه آرزو دارم در روز شنبه در لس آنجلس فریاد زدیم بیایید با هم و هم صدا شویم و هم یار و به آنچه که در کوچه های اکباتان بر دیوارها نوشته اند سکوت یعنی خیانت باور داشته باشیم و با هم بگوییم مرگ بر دیکتاتور، دیکتاتوری که جان حدیث نجفی متولد 15 دی ماه 1378 و در تاریخ 30 شهریور ماه 1401 که در 23 سال بیشتر نداشت و یکی از معترضین خیزش 1401 بود در مهرشهر کرج توسط نیروهای جمهوری اسلامی به قتل رسید و شبانه او را خاک کردند. حدیث نجفی جوانی بود زیبا، خوش صدا و عاشق زندگی. مرگ بر دیکتاتور. دکتر آیدا رستمی، یادی بکنیم از دکتر آیدا رستمی، پزشک جوان 36 ساله که با شجاعت و از خودگذشتگی هایش معترضین مجروح را درمان و کمک رسانی کرد. او پزشک عمومی بیمارستان چمران تهران بود و گفتند او تصادف کرده، او را کشتند و جسد رو تحویل خانواده دادند. او به ویژه به بچه های اکباتانی که امروز میگوید سکوت خیانتی است، به تمام اونهایی که جانشون را از دست دادن. و اینجاست که باید بگوییم قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. آیدا برای تو میمیرم، آیدا برای تو میخوانم، تو پزشک محرومان آیدا، تو طبیب مجروحان آیدا، تو مرهم، تو التیام بر زخم تیرهای جانیان در دشت همیشه خونین ایران. آیدا 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 آیدا، تو اوج بلوغ انسان، تو پرچمدار پیمان پزشکان، تو ولادت مروارید غلطان در صدف انقلاب ایران. آیدا 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 آیدا، می تپد عشقت برای آزادی در دلهای عاشقان آزادی، می تپد عشقت برای آزادی در دلهای عاشقان آزادی. چه
استوار است از من، چه بی پرواز از من، چه بی انتظار و زلال از عشق به مردم مال آمان. آیدو آیدو. سیاوش محمودی. سیاوش محمودی 18 دی ماه 1384 به دنیا آمد. در روز 30 شهریور 1401 توسط رژیم جمهوری اسلامی، توسط نیروهای امنیتی کشته شد. سیاوش محمودی فقط 17 سال داشت. او در محله نازی‌آباد با شلیک نیروهای حکومتی به پشت سرش کشته شد. لیلا مهدوی، مادر سیاوش محمودی، بارها بارها در فضای مجازی از فرزندش گفته، اعتصاباتی کرده، او را حتی بازداشت کردند. و سیاوش محمودی جوانی بود، نوجوانی بود که نذاشتند زندگی کنه و نگذاشتن جوانی کنه. رژیم بچه کش نمیخوایم، نمیخوایم. من سیاوش محمودی هستم، 14 ساله از شهر تهران در محله نشد برای عشق برای این دیوانه سفر کنیم، ستایش شریفینیا، نوجوان دیگری که فقط 16 سال داشت. او کرد بود و متاسفانه جانش را گرفتند. و واقعا باید امروز در کنار هم باشیم. وقتی که میبینم آزاده آبدینی، سپیده قلیان، شکیلا منفرد، گررخ ایرایی، نرگس محمدی، محبوب رضایی و ویدا ربانی که در سال روز قتل مهسا و مهساها در زندان اوین تحسن می کنند و حتی بیانیه می نویسند. در اون بیانیه می نویسند برای ادامه مبارزه و رسیدن به پیروزی امید و انگیزه داریم. ما هم امید و انگیزه داریم. این آخرین پیامه، هدف کل نظام ستایش شریف نیا 16 ساله. زهر جا بگذرد تابوت من قوقا پاخی زد، که سنگین می رود این مرده زبست کار زو دارد. یکی کاشم های روشن مهمونا منتظر تو، کجا موندی که نمیای فوت کنی گذشته ها تو؟ خوشبختی با رفتن تو یه چیزی شبیه سرابه، چطور لالایی بخونم واسه دختری که خواب. در روزهایی که گذشت هموطنان ما در گوش و کنار ایران مراسم‌هایی برگزار کردند، به خیابان‌ها آمدند، عده‌ای هم بازداشت شدند. شما را به رشت می‌برم. زنی که به مأمورین می‌گوید کرایه خونه ندارم، بچه‌ام پول بیکاره، پول نداره.
مأمور میگوید برو پی کارت، ولی زن می ایستد تا پایان. عراق با شعار آزادی آزادی آزادی. سری به شیراز بزنیم. هموطنان ما در شیراز با هم نگاه کنید. همدان هم دست به اعتراض دادن، همه جای ایران دست به اعتراض دادن، ولی گوشه این رو مطمئنن در این چند روز دید. ولی بد نیست دوباره درودی بفرستم به هموطنان ما در همدان. این بود برنامه امروز من. با درود و تشکر از شما بینندگان عزیز که نشستید این دقایق رو با من و همراه من بودید. با تشکر از اسی عزیزم در اتاق فرمان و مطمئنن در طی این هفته برنامه ها و یاد همه جانباخت، حالا همه که چه عرض کنم، ولی سعی میکنم یاد همه اونهایی که در این خیزش 1401 خیزش زن زندگی آزادی جانشون رو از دست دادن یادشون رو گرامی بدارم. مرسی، تا برنامه دیگر، ساعت دیگر، خدا نگهداریاتون باشه. قدر همدیگرم بدونید، نمی بخشیم و نه فراموش میکنیم.